دوستان عزیز سلام خوش آمدید به کانال افغانلر ترکیه زکی هستم با یکی دیگر از درس های آموزشی زبان ترکی استانبولی در خدمت شما گرامیان یک وقفه نسبتا طولانی پیش شد به دلیل مصروفیت ها و من نتانستم که درس هشتم به موقع ثبت کنم و در کانال قرار بدم انشالله سعی میکنیم بعد از این درس ها به صورت منظم و هفتوار آماده بشه و در کانال قرار بگیره درس امروز ما در مورد حروف اضافه در زبان ترکی می باشه که با هم آغاز می کنیم. در زبان ترکی حروف اضافه به صورت پسمندها در آخر کلمات یعنی اسمها و افعال قرار می گیره که مهمترین آنها در، از، را و با می باشد. که در این درس اینها را یاد می گیریم که چگونه استفاده می شه و در کجا استفاده می شه. ده به معنای در، که می تانه به صورت دا ت و تا نیز بیایه که هر چهار تا از اینا یک معنی می میده به معنای در دن به معنای از که میتانه به صورت دان تن و تان نیز بیایه این که به کجا دن میایه به کجا دان میایه در ادامه درس بررسی میکنیم و همچنین را در آخر کلمات یک از این حروف را اضافه میکنیم و حرف اضافه را تشکیل میشه و همچنین پسوند لا و ل که حروف اضافه با را در زبان ترکی می سازه. هرگاه آخرین حرف صدادار از جمله حروف نازک و یا اینجا باشه یعنی یکی از این چهار حروف پسوند ده استفاده کنیم. دوستان عزیز در مورد حروف اینجا و کلین در دروس قبلی مفصل صحبت کردیم و تاکید کردیم که این حروف خیلی مهمه و در تعیین پسوندها در زبان ترکی نقش مهم داره کسانی که او درس تعقیب نکردن میتونن که با که در بالا ظاهر میشه درس ببینن و یاد بگیرن که حروف کالین و اینجه چیه و در کجا استفاده میشه چون ما در دروس آینده در مورد حروف اینجه و کالین زیاد صحبت میکنیم و در تعیین پسفندها گفتیم نقش مهم و اساسی داره ده به معنای در و اگر در اخیر کلمه اضافه کنیم به معنای در میایه. به معنای خانه هر ما پسوند در علاوه کنیم افده یعنی در خانه افده در خانه یر به معنای زمین یرده یعنی در زمین یا روی زمین دفتر یعنی کتابچه دفترده یعنی در کتابچه خب حالا میتونیم به جمله به این صورت بیاریم افده ایم یعنی در خانه ایم یا به خانه ایم یا مثلا افده سین یعنی در خانه ای یا به خانه ای اگر متوجه باشیم در اخیر هر سه کلمه ما آمدیم پسوند د استفاده کردیم به این دلیل که آخرین حرف صدادار ما در کلمه یکی از این حروف نازک و یا اینجا بود مثلا آخرین حروف صدادار اف ایه اف ایفده میشه اینجا ما نمیتونیم دا بیاریم ایفده یا مثلا اینجا یر آخرین حرف صدادار کلمه حرف ای آماده ما اینجا د اضافه کنیم. یرده در زمین خب حروف کالین یا زخیم این چهار حرفه که قبلا در مورد از اینا صحبت کردیم که هرگاه آخرین حرف صدادار کلمه یکی از این چهار حرف باشه ما از پسوند دا استفاده کنیم. که معنی در بیایه مثلا آرابادا در موتر یا به موتر دا در مکتب ماسادا در میز یا روی میز اگر ما خواسته باشیم در جمله بیاریم مثلا بگیم که به مکتبم یا در مکتبم اوکول دایم دا اوکول دایم دا اوکول مکتب دا به معنای در یمم خود زمیر شخصی بود مشخص میکرد که خود شخص به مکتبه اوکول دایم یعنی در مکتب ما در روی میز چرا اینجا همه اینا از دا استفاده شده یا حرف آ آماده به خاطر از ای که اینجا ما آخرین حرف صدادار ما یکی از این حروف کلین بوده یا زخیم بوده اینجا آیه دا آماده اینجا اوی دا آماده اینجا هم باز آیه دا آماده آخرین حرف صدادار را دقت کنیم اگر از جمله حروف کلین بود دا می اگر از جمله حروف اینجا بود ده می خب تا اینجا گفتیم که چی موقعی دا می و چی موقعی د می آه. حالا میایم بررسی می کنیم که چی موقعی از تا و ته می تانیم استفاده کنیم و یا تا و ته چی موقعی استفاده میشه. هرگاه کلمه مورد نظر به یکی از این حروف ختم بشه ما باید از ت و تا استفاده کنیم اینکه چی موقعی از ت استفاده کنیم و چی موقعی از تا استفاده کنیم مطابق به موضوعی که قبلا گفتیم نگاه می که آخرین حرف صدادار کلمه از جمله حروف کالین و یا اینجه ما می‌هم از اینجه تا و ت انتخاب می کنیم ای که به جای دا به جای دا و د چی موقعی تا و ت استفاده کنیم گفتیم که اگر از این حروف یکی در اخیر کلمه بود میتونیم به جای دا و ده استفاده، تا و ته استفاده کنیم و این حروف برای از که ما یاد بگیریم میتونیم به شکل یک کلمه از بر کنیم که معمولا میان مثال میزنن میگن فستکچه شهاب. اگر شما کلمه فستکچه شهاب یاد بگیریم و حروف صدادار از بین یا حذف کنیم حروف بی صدایی که میمونه همین حروفه و هرگاه با آخر کلمه بیایه شما میتونیم از تا و تا استفاده کنیم و این حروفه باید یاد بگیریم چون در زبان ترکی زیاد کاربرد داره و معمولا پسفند ها توسط این حروف تغییر میکنه خب ساواش به معنای جنگ ساواش تا در جنگ ساواش تا خب چرا ت انتخاب کردیم چون ش آمد ش گفتیم یکی از این حروفه چرا آ انتخاب کردیم چون حرف آخرین حرف صدادار سواش آ و از جمله حروف کالینه سواش تا بنان بعد از سواش ما باید تا اضافه کنیم یعنی در جنگ متفق تا ت به خاطر کا انتخاب شده و آ هم به خاطر آخرین حرف صدادار کلمه متفق کتاب تا باز هم ت به خاطر پ استفاده شده و آ هم به خاطر کتاب که آخرین حرفی و آماده و از جمله حروف کالین می باشه بنان سواش سواشتا متفک، مدفق، مدفقتا کتاب کتابتا و هرگاه آخرین حرف کلمه از جمله حروف فستکچه شهاب باشه اما آخرین حرف واول از او از جمله حروف اینجا باشه به جای تا ته استفاده میکنیم درس ت اورنیک ت اتوبوس ت سین اتوبوس تیم کجای در هم یا به هم خب تا اینجا ما حرف اضافه در در زبان ترکی یاد گرفتیم که در کجا ما باید از ده استفاده کنیم در کجا از دا و یا ته و تا استفاده کنیم و حالا در ادامه هرگاه آخرین حرف صدادار کلمه از جمله حروف کالین باشه ما باید از دان استفاده کنیم هوا دان هوا دان از هوا دنیا دان از دنیا بلگی سایر از کمپیوتر چرا اینجا از کلمه دان استفاده کردیم به ای دلیل که آخرین حرف صدادار کلمه از جمله حروف صدادار کالین بود چرا از تان استفاده نکردیم چون کلمه با یکی از حروف فستک چشاب ختم نشده بود. در اینجا می بینیم که همه از تان استفاده شده. ت به دلیل اینکه اینجا ش آمده سواش سواش تان. وقتی که ما گفتیم یکی از حروف فستک چشاب بیایه به جای دی از تی استفاده کنیم. ای آن به ای ربط داره سواش تان. سکاک تان. میدان دان. مثلا اگر به جمله بیاریم سواشتان کاچتلار از جنگ فرار کردن از جنگ فرار کردن سواشتان کاچتلار یا سواشتان کاچته از جنگ فرار کرده سوکاکتان از جاده یا از کوچه میداندن از میدان میداندن ایوه گلیوروم از میدان به خانه میان اینجا دان به این خاطر آماده که آخرین حرف ازی از جمله حروف فستکچه شهاب نیه ما گفتیم هرگاه فستکچه شهاب بیایه ما میتونیم تا استفاده کنیم و این ای دنم باز هم از من میده چون آخرین حرف صدادار ما از جمله حروف اینجا بوده ما آمادیم از دن استفاده کردیم افدن از خانه سندن از تو دفتردن از کتابچه افدن اوکلا دیارم، از خانه به مکتب میرم سندن بیشه استیجه از تو یک چیز میخوایم و به همین صورت ما میتانیم که ده جمله بسازیم به اینا اینجا میبینیم که کلمه با یکی از حروف فستکچه شاب ختم شده بنان باید حتمی ت بیایه و بعدا می‌بینیم که کلمه با کدام حرف صدادار ختم شده دیده میشه که با حرف صدادار اینجا آماده بنان اینج هم امی به جای آ بنان درس تن از درس پولیستن از پولیس مارکت تن از مارکت خب اگر خواسته باشیم مثلا به جمله بیاریم میگیم پولیس تن کرک میارم از پولیس نمیترسم پولیستن کرک میارم و یا مارکت تن بیرشه یالدیم از مارکت چیزی گرفتم یا مارکتتن سوال دیم از مارکت آب گریفتم یا آب خریدم بنان هرگاه یکی از حروف فستک چشه بیایه ما میاریم و هرگاه آخرین حروف صدادار از جمله حروف اینجا باشه امیایه میایه حرف اضافه را هرگاه در اخیر کلمه یکی از این چهار حرف را اضافه کنیم حرف اضافه را ساخته میشه عربا متر مطر را سنی تو را اولونو پسرت را اتوبوسو اتوبوس را خب ای چار کلمه و ای کلمه چی فرق داره که برای از این یک وای اضافه شده و یا وای میانجی آمده و با رنگ سبز نشانی شده به ای سه کلمه دیگه نماده هرگاه کلمه با یک حرف صدادار ختم بشه مانند اینجا که آرابا به آ ختم شده ما باید وای میانجی را اضافه کنیم بعدا یک از این پسفنده اضافه کنیم و پسوند با در نظر داشته آخرین حرف صدادار اضافه میشه که آخرین حرف صدادار از این آ بوده چون با آخر بوده وای اضافه کردیم و چون آ بوده ای را اضافه کردیم به اینجی آخرین حرف صدادار ایه ما ایر اضافه کردیم سن سنی سنی به معنای تو را اگر خواسته باشیم بگیم تو را دوست دارم سنی سویورم سنی سویورم تو را دوست دارم اولون یعنی پسرت اولون یعنی پسرت اولونو پسرت را اتوبوس اتوبوس اتوبوسو اتوبوس را پسوند لا، ل و یا ایله به معنای همراه و یا با معنی میده مثلا همراه پدرم با موترم توسط هواپیما هرگاه خواسته باشیم این کلمات را بسازیم بعد از پسوند لا، ل و یا ایله استفاده کنیم که در مثال ها این موضوع را واضح میسازیم بابام لا بابام به معنای پدرم بابا به تنهایی پدر معنی میده بابام به معنای پدرم این مه که به جی آمده از جمله پسپندهای ملکیه که ملکیت نشان میده بابام به معنای پدرم اگه بگیم بابان به معنای پدرت که اینا در درس های قبلی خواندیم. بابام لا همراه پدرم بابام ایله همراه پدرم هر اینها یک معنی میده میتونیم بابام لا بگیم یا میتونیم بگیم بابام ایله با پدرم کاردش به معنای برادر یا خواهر کاردشیم به معنای برادرم و یا خواهرم کاردشیم له یعنی به همراه خواهرم و یا برادرم کاردشیم ایله با برادرم یا به همراه برادرم ل و ایله هر دو یک معنی میده آرابایله به همراه موتر یا توسط ماشین عربا ایله چون اینجا عربا به حرف آ ختم شد و از جمله حروف صداداره ما آمدیم وای مهمانه به اینجا بیاوردیم هرگاه کلمه با حرف صدادار ختم شه قبل از اینکه پسوند اضافه بشه وای باید بیاریم عربا ایله توسط عربا یا به این صورت بنویسیم عربا ایله با موتر یا توسط موتر تاکسیله توسط تاکسی یا به وسیله تاکسی تاکسیله با تاکسی یا توسط تاکسی ا به این خاطر آماده که اینجا تاکسی آخرین حرف صدادار از او از جمله حروف صدادار اینجه بوده بنان ا آمده به این قسمت آ چون از جمله آخرین حرف صدادار کلمه از جمله حروف کالین بوده با به پسوان حرف آ آمده خب با آوردن چند مثال درس امروز با پایان می رسانیم شما می تانین که ای کلیمار به ترکی تبدیل کنیم و در کمینت بنویسیم و یا هم ای که در روی کتابچه بنویسیم اگر متوجه نشدین یا سوال داشتین حتما سوال آفر در کمینت بنویسیم و یا هم ای که از طریق صفحه فیسبوک افغان در ترکیه در مسینجر سوالاتی اگر داریم پرسان کنیم خب دوستان و عزیز درس امروز به همین به پایان میرسانیم امید که مرید استفاده شما قرار بگیره اگر هنوز عضو کانال افغان در ترکیه نشدید با کلیک نمودن روی دکمه سرخنگ سابسکرایب عضو این کانال باشید و اگر علامت زنگ را هم فعال نگه دارید از پخش ویدیوهای بعدی ما باخبر میشید شب و روزتان خوش خدا نگهدار